بسم الله الرحمن الرحیم. محبت یه چیزی نیست که آنان آدم بتونه ایجاد کنه در خودش، بعد مقدماتی فراهم کنه، زمینه‌ای براش پیدا میشه که استعداد دریافت این رحمت الهی را پیدا کنه، خدا بهش افاضه کنه. در آیات و روایات به این نکته اشاره شده بود که محبت خدا آفاتی داره، یعنی موانعی هست که نمیگذاره آدم محبت خدا پیدا کنه، یا خدای نکرده اگر پیدا شد بعد زایل میکنه. این آفات هم رو بشناسیم که اگر خدای متعال عنایت فرمود و از این موهبت عظیم خودش به ما عنایتی فرمود، نگذاریم این از بین بره و ضایع بشه. در آیات زیادی به این موضوع پرداخته که خدا چه چیزایی را دوست داره چه چیزایی را دوست نداره، با همین تعبیر، یا چه کسانی را دوست داره چه کسانی را دوست نداره. ولی بعضی چیزاست به خصوص خیلی خدای متعال عنایت کرده، اون را صریحا مورد تأکید قرار داده. علامت اینها این است که اینا در مقابل کفار و دشمنان خدا خیلی سرسختن، هیچ انعطافی نشون نمیدن در مقابل دشمنان خدا، اما برعکس در مقابل مؤمنین هر قدر به حسب ظاهر ضعیف باشند، عقب افتاده باشند، فقیر باشند، نسبت به اونها بسیار احترام میذارن. مؤمنی را میبینیم طبعا هر مؤمنی که ایمانش قوی تره تواضع در مقابل او بیشتر میکنه، چون ملاک تواضع ایمانه. اگه یک کمی ایمان داره شما یک کمی تواضع، ایمانش بیشتر شد بیشتر تواضع. برعکسش در مقابل کفار دشمنان خدا، اونایی که میخوان ریشه اسلام رو بکنن، جامعه اسلامی رو میخوان نابود کنن، کمال سرسختی بدون هیچ اظهار ضعفی خضوعی با عزت کامل در مقابل اونها بایستند. اینجا کافر که گفته میشه این کافر معاند، کفر جحود، یعنی کسانی که حق را شناختند و عمدن این کار میکنند. خب میدونیم ما بسیاری از کفار در زمان پیغمبر اکرم به واسطه اخلاق پیغمبر مسلمان شدند. این که میگیم نسبت به کافر باید سرسخت باشه معناش این نیست که هر کسی مسلمان نیست ولی دلش میخواد حقیقت رو بشناسه، هنوز نشناخت. و بالاخره وصف آخرشون این است که اینا علاقه شون به جهاد در راه خداست، اونم جهادی که از هیچ ملامتی در راه جهاد نمی هراسند،